کنفرانس زنان کشورهای عضو گروه 20 در برلین با هدف کاهش جنسیتی، اشتغال و افزایش توانمندی زنان کارآفرین. پیش از برگزاری نشست سران کشورهای گروه 20 در هامبورگ آلمان، نشست نمایندگان زن در حوزه سیاست و اقتصاد این کشورها در برلین برگزار خواهد شد. نشست سه روزه زنان کشورهای گروه 20 با شعار توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد، کارآفرینی، فناوری دیجیتالی و کاهش فاصله جنسیتی اشتغال برگزار خواهد شد. در یکی از این مهمترین میزگردهای این نشست با موضوع کارآفرینان زن، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ایوانکا ترامپ دختر پرزیدنت دونالد ترامپ از کارآفرینان موفق زن در آمریکا، کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول، فرانسیس ماکسیما همسر پادشاه هلند، کریستوف فریلند وزیر خارجه کانادا همراه با شماری از شخصیت‌های برجسته زن در حوزه سیاست و اقتصاد برگزار خواهد شد تا راهکارهای پیشنهادی برای کارآفرینی زنان در جهان را بررسی کنند. به نظر شما مهمترین مشکل زنان در حوزه اشتغال و کارآفرینی در حال حاضر چیست؟ گروه‌های مثل کشورهای گروه 20 چگونه می‌توانند الگوهای جدیدی ارائه کنند؟ آیا پیشنهادهای این گروه می‌تواند برای کشورهای نظیر ایران نیز تأثیرگذار باشد؟ مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق نو روز سه‌شنبه 5 مردیبهشت 25 آوریل. مهمانان امشب افق نو خانم الهه امانی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان که از کالیفرنیای آمریکا با ما هستند و خانم صنم نراقی که از ژنو سوئیس به ما ملحق خواهند شد تا دقایقی دیگر چون برای شرکت در یک کنفرانسی در سوئیس به سر میبرند. خانم امانی اجازه بدین پرسش رو با شما آغاز بکنم. همونجوری که در اول برنامه هم ما اعلام کردیم گروه 20 در برلین نشست حوزه زنانش رو برگزار میکنه با توجه به اینکه به عنوان کشورهای توسعه در حال توسعه و توسعه یافته در کنار همدیگه قرار گرفتن و یه همچین ترکیبی از این 20 کشور هست، شعار توانمندسازی زنان یعنی چی و چرا در این سالها اینقدر مد نظر قرار گرفته؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه شما. شعار توانمندی به ویژه توانمندی اقتصادی زنان که در کنار مشارکت سیاسی مطرح میشه یکی از مسائلی هستش که از حاشیه امروزه به مرکز مباحث بین‌المللی در واقع سوق پیدا کرده و یکی اگر خاطرتون باشه اهداف هزاره سازمان ملل که برای تحقق اون تا سال 2015 بود و بعد اهداف 10 ساله آینده، یکی از مسائل مهمش برابری جنسیتی بود. یعنی این مسئله که توانمندی اقتصادی زنان و توسعه پایدار در گروه برابری جنسیتی و این دو مسئله باید در کنار هم مورد بررسی قرار بگیره، امروزه یکی از محورهای اصلی مورد توجه اقتصاد جهانی هستش. و همونطور که شما در آغاز برنامه اشاره کردین، این اجلاسی که در برلین هستش سه هدف اصلی داره. یکی این که افزایش میزان مشارکت اقتصادی در بازار کار و اساساً ارزش دادن به کارهایی که زنان به علت نقش جنسیتی خودشون انجام میدادن. دوم، تشویق زنان کارآفرین و دسترسی زنان به منابع مالی. یکی از چالش‌های بزرگ زنان در حوزه اقتصادی اینه که زنان همسان مردان دسترسی به منابع اقتصادی ندارن. و نکته سوم، برابری جنسیتی و توانمندی اقتصادی زنان هستش. یعنی این سه از اهداف این گردهمایی زنان هستش که در کنار در واقع این اجلاس G20 انجام میشه و به عنوان W20 که یعنی Women 20 در واقع این اجلاس برگزار میشه.
خانم امانی، نکته ای که وجود داره که اینه که به هر صورت آنچه که در این اجلاس ها و اجلاس هایی که حضرت عالی هم اشاره کردیم به بحث سازمان ملل متحد که هر سال شما هم شرکت میکنین در اون، در واقع توصیه است. این توصیه در کشورهای دیگه چگونه میتونه تبدیل به یک راهبرد بشه، تبدیل به یک استراتژی بشه در حوزه زنان؟ بدون شک نقش سازمان ملل نقش اجرایی نیستش، ولی رهنمودهای سازمان ملل و در واقع روح این قطعنامه ها و توافقنامه های بین المللی روحی هستش که در واقع کشورهای جهان در سطوح گوناگون این رو راهکارهای خودشون رو و سیاستهای داخلی خودشون بر اساس اون تنظیم میکنن، ولی سازمان ملل قدرت اجرایی نداره. تحقیقات زیادی امروز در سطح جهان انجام شده که در واقع این مسئله رابطه اقتصاد پایدار و توانمندی اقتصادی رو در ارتباط با برابری جنسیتی قرار میده. یکی از تحقیقات گسترده تحقیقات آقای مکنزی بودش که پیشبینی کردن، برآورد کردن که چنانچه از پتانسیل زنان برای پیشرفت اقتصادی و حضور زنان در بازار کار استفاده بشه، تا سال 2025 در واقع 28 تریلیون دلار به تولید ناخالص ملی جهان اضافه میشه و این رقم 28 میلیون تریلیون دلار در واقع تولید ناخالص ملی آمریکا و چین روی هم هستش. از این نظر حضور زنان در بازار کار و توانمندی اقتصادی خود در واقع راه گشاده توسعه. ممنونم خانم امانی. خانم نراقی هم به ما ملحق شدن. خانم نراقی خوش آمد میگم بهتون و تشکر میکنم که با فرصت اندکی که برای شرکت در کنفرانس داشتین این وقت رو در اختیار برنامه افق نو و صدای آمریکا گذاشتین. خانم نراقی، اولین سوال رو من از خانم امانی در غیاب شما شروع کردم. واقعا توانمندسازی زنان یعنی چی؟ ببینید، به نظر من مسئله اولا در ممالک مختلف ما مسائل مختلفی داریم، ولی ما باید نگاه کنیم ببینیم که در از لحاظ تحصیلات الان دخترامون از سن مدرسه تا سن دانشگاهی کجای جریان و در کدوم ممالک دارن عقب میمونن. بعضی ممالک هستش که دانشگاه میرن، در خاورمیانه مثلا ما الان خیلی ممالک هستن که دخترها بیشتر از پسرها میرن دانشگاه، ولی دانشگاه رو که تموم میکنن بعد دیگه تو حوزه کاری نیستن. اونجا بعد ببینیم که اونجا مسئله چجوری این مسئله پیش میاد، مسئله فرهنگی، اجتماعی، فامیلی، قانونی چیه که از با اینکه درس خوندن و تحصیلات دارن نمیرن سر کار. بعضی ممالک دیگه هستش که اصلا میبینیم که بعد دختر بچه ها انقدر از سن زود از تحصیلات در اومدن و مجبورشون میکنن که ازدواج کنن، که اصلا شانسی ندارن که برن تو حوزه کاری که بتونن پول در بیارن. یعنی دارن کار میکنن ولی مسئله اقتصادی نیستش، یعنی برده یک کس دیگه هر جوری آدم فکر کنه، بلکه کار رو دارن میکنن ولی ازش بهره مالی برای خودشون هیچ نمیگیرن. خانم نراقی، بر مبنای همین تحلیل شما اگر که بخوایم که سوال دوم رو مطرح بکنیم، چگونه کشورهایی مثل گروه جی 20 یا اجلاس های سازمان ملل متحد که در مورد زنان برگزار میشه، راهبردهایی که در واقع توصیه هایی که میکنه میتونه تبدیل به استراتژی در کشورها بشه، و اگر تبدیل نمیشه مانع چیه؟ ببینید، یه مقدارش مسئله سیاسیه، یعنی یه ممالکی هستن که واقعا از لحاظ سیاسی این مسئله اینی که دخترامون، زنای جوونمون، زنایی که مخصوصا زنایی که ازدواج میکنن بچه دار میشن، قوانین و سیاستش رو نداریم که بگیم خب اینایی که اومدن کار میکنن، خب وقتی که فامیل دارن چجوری کمکشون میکنیم که بتونن تو حوزه کاری بمونن. من خودم تجربه خودم رو در آمریکا دیدم که وارد حوزه کاری شدم، دو قلو داشتم، دو قلوام الان بزرگ شدن، ولی وقتی کوچیک بودن
خرج زیادی بودش که برم سر کار، ولی یه کس دیگه مواظبت بچه‌هامو بکنه، حالا مهد کودک باشه یا تو خانواده کمک آدم بگیره. این مسائل یه مقدارش میگم مسائل مالیه، ولی آدم میتونه از یه جهت دیگه هم میتونه بگه خب شرکت‌ها چه سیاستایی دارن، اونا چه جوری دارن کمک میکنن که زنا توی حوزه کاری بمونن وقتی که بچه دار میشن، و استراتژی های مختلفی هست که آدم میتونه استفاده کنه. خانم امانی، امیدوارم شما هم به این بحث ملحق بشین. پیش از آغاز برنامه من با شما صحبت میکردم در مورد این پرسش. اون چه که مسلم هستش با توجه به جایگاه زنان، خانم نراقی هم الان اشاره کردن، مثل بچه دار شدن زنان رو از حوزه کار میراند در واقع. اون وقت چه اتفاق میفته برای بازگشت دوباره به فعالیت های اجتماعی؟ این و این مسیر رو کی باید هموار کنه؟ چه نهادی باید هموار کنه؟ بله، به نظر من در کنار عوامل فرهنگی، عامل عمده مسئله نقش دولت هستش و سیاست هایی که در زمینه مهندسی جنسیتی در کشورهای مختلف به گونه های مختلف انجام میشه. امروز روند رشدیابنده میبینیم به ویژه در برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و اروپای شرقی، که به نوعی در واقع با دادن ایجاد شرایط تشویق کننده برای زنان برای بارداری، افزایش جمعیت و بعد موندن در خانه که از نظر اقتصادی شاید به سودشون باشه، ولی از نظر دراز مدت این سیاست ها باید طوری باشه که امنیت شغلی زنان حفظ بشه و در واقع زنان حذف نشن از بازار کار. برای اینکه زنی که فرض کنید با به دنیا آوردن فرزندش اگر امکاناتی نداشته باشه، همونطور که خانم نراقی به درستی اشاره کردن، اگر امکاناتی نداشته باشه که از نظر اقتصادی و به ویژه با کمک‌های دولت، برخی کشورها با کمک‌های دولت این مراکز نگهداری بچه‌ها رو به طور سالم برقرار میکنن، اگر چنین امکاناتی نداشته باشه، در واقع چه از نظر اقتصادی زنان شاید به سودشون باشه که در خونه بمونن، ولی از نظر کل جامعه در بعد کلان این به سود برابری جنسیتی نیست، چون زنان وقتی که 2 سال 6 ماه 8 ماه در خانه بمونن، وقتی که میخوان وارد بازار کار بشن، بازار کار متحول شده و در واقع اینها جای خودشون رو این زنان در بازار کار از دست میدن و نمیتونن دوباره به مشاغل قبلیشون برگردن یا افت میکنه حضورشون در بازار کار، چه از نظر مالی و چه از نظر موقعیت شغلی. خانم نراقی، بشنویم نظر شما رو با توجه به اینکه به تجربه شخصیتون اشاره کردیم. بله، ببینید، من هم تجربه شخصی خودم رو میگم و هم تجربه‌ای که مثلا خود بانک جهانی برای کارمندای خودش ایجاد کرد. تجربه شخصی من این بودش که من برای یک مؤسسه خصوصی در آمریکا کار میکردم، میبایست برای کارم سفر کنم و واقعا سخت بود، یعنی سخت بود که بگم برای خودم سخت بود که بچه‌هامو بذارم و برای همسرم هم سخت بود که 2-3 روز پشت سر هم بدون کمک باشه برای نگهداری از بچه. ما یکی از کارهایی که کردیم این بودش که با رؤسای مؤسسه حرف زدیم، گفتیم خب من بچه دار هستم، یکی دیگه از کارمندامون مادر پدری داشتن که میباید از سالمند بودن، میباید از اونا نگهداری کنن. یه همکار داشتم که سگ داشت و وقتی که میرفت سفر میباید سگشو بذاره یه جایی که از سگه مواظبت کنه. اصلا ما همگی با هم دیدیم خب ما مسئولیت‌های خانوادگی یا شخصی داریم که وقتی برای کار باید بریم سفر یا نمیتونیم ساعت 5 بعد از بریم خونه کارمون طولانی تره، این داره فشار میذاره رو ما. کاری که ما کردیم این بودش که با مؤسسه حرف زدیم و مؤسسه یه سیاست جدید گذاشت، گفت خیلی خب اگه دارین میرین سفر یا نیستین و تو اون ساعتهایی که آدم بیشتر از ساعتهای عادی کاری هستش، اونا یه مقدار از لحاظ مالی کمک میکردن. این هم به زنای این مؤسسه کمک کرد، هم به آقایونی که اونجا کار میکردن که زناشون خونه بودن یا خودشون بچه دار داشت، یعنی برای همه کمکی بودش که خب یه مقدار از لحاظ مالی این فشار کمتر میشه. اون یه تجربه بود.
شما اگه بانک جهانی رو نگاه کنین، بانک جهانی خودشون مهد کودک دارن. یعنی اگه شما برای بانک جهانی در واشنگتن کار بکنین، میتونین بچه‌تون رو بفرستین مهد کودک. خیلی سرویس استاندارد بالایی داره. خود اون مهد کودک خیلی زنا رو دارن استخدام میکنن، یعنی خودش یه فضای شغلیه برای زنان. و مادر پدرها خودشون میدونین مهد کودک طبقه پایینه، پدر مادرها بالا دارن کار میکنن، وقت نهار میتونن بیان بچه‌هاشون رو ببینن، بعد از اونم با بچه‌هاشون میرن خونه. این یه چیزی است که هر شرکتی میتونه ایجاد کنه، هر دولتی میتونه برای کارمنداش ایجاد کنه، هم برای اونایی که اونجا کار میکنن و میگم هم مثلا یه فضای شغلی باشه برای زنایی که میخوان برای بچه‌ها تو از لحاظ مهد کودک کمک کنن. ممنونم. اگر اجازه بدین یک مقدار در دقایق باقی مانده تمرکز کنیم بر وضعیت زنان در ایران، با توجه به اینکه به هر صورت مخاطبین ما در ایران هستن. خانم امانی، خانم نراقی، یکی از بحث هایی که در جامعه ایران مطرح است و دولت اون رو پیگیری میکنه و تشویق میکنه، مثل بازنشستگی زود هنگام، مثل دادن مرخصی های تشویقی یا بلند مدت برای زنانی که بچه دار میشن هستش و مادر میشن، و کلمه‌ای که به کار میبره کرامت انسانی. این بحث کرامت انسانی آیا با شخصیت جنسیتی و در بازار کار مطابقت داره؟ کرامت انسانی خب مسئله خیلی قابل خوب و قابل تأملیه، ولی در دنیا اگر کرامت انسانی در کنار حقوق انسانی زنان باید در نظر گرفته بشه، چون کرامت انسانی مثل احترام، مثل عدالت، چیزی نیستش که قابل اندازه‌گیری باشه و از منظرهای مختلف ممکنه کرامت انسانی به گونه‌های مختلفی تعبیر بشه. از این نظر وقتی که ما کرامت انسانی رو بدون حقوق انسانی زنان، بدون برابری جنسیتی تصمیم میگیریم، این در واقع میتونه زمینه‌های مهندسی جنسیتی برای حذف زنان از بازار کار و حذف زنان از فضاهای عمومی به کار گرفته بشه. خانم نراقی، بشنویم نظر شما رو در مورد بحث کرامت انسانی که به کار گرفته میشه. ببینید، به نظر منم از یه لحاظ آدم میتونه بگه که من دوباره از تجربه شخصی خودم بگم، از یه لحاظ خیلی خوب میشد اگر که فکر میکردم که میتونستم خونه بمونم، با بچه هم باشم، بزرگ بشن. این یه تصمیمی است که خیلی ها میتونن بگیرن، ولی تو این دور زمانه من تو هیچ مملکتی نمیبینم که واقعا از لحاظ فامیلی آدم بتونه از لحاظ مالی و اقتصادی یک نفره خرج فامیل و اون کرامت انسانی که شما میگین رو شونه های یک نفر باشه. این خودش یه مسئله است که آیا تو این فضایی که ما هستیم یک شوهر میتونه تمام از لازم مالی برای یک فامیل اون پولی که لازمه رو در بیاره که بچه ها برن مدرسه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه از لحاظ حقوق بشر و حقوق زنان اینه که تصمیم گیری باید با شخص باشه. یعنی اگر که من رفتم یا دخترامون، دانشجوامون رفتن درس خوندن، دانشکده رفتن، اکسپرتیز گرفتن، یعنی واقعا یک کاری رو یاد گرفتن و میخوان برن تو اون حوزه کاری، تصمیم زندگیشون باید با شخص خودشون باشه و این تصمیم رو نه دولت میتونه براشون بگیره، نه از لحاظ خانوادگی یک کس دیگه میتونه بعد براشون بگه. این حقوق بشر نمیشه. یعنی هر کدوممون باید تصمیمامون رو خودمون بتونیم برای زندگی خودمون بگیریم، با اینی که بله خب بچه دار هستیم، فامیل داریم و باید به زنان این حق رو داد. اقلا خیلی خیلی حق چیزیه، واضحه به نظر. خانم امانی، یکی از بحث هایی که در جی بیست هم مطرح هست، بحث در اشتغال زایی، بحث آیتی هست، بحث فناوری اطلاعات در حوزه شغل هایی مثل کامپیوتر. چرا؟ آیا بازار کار سبب تحول شده؟ آیا میتونیم در واقع استقبال زنان از این حوزه و حضور فعالشون در این حوزه رو به نوعی جنسیت زدایی از بازار کار تلقی بکنیم؟
بدون شک مسئله جنسیت زدایی از بازار کار مسئله جدیدی نیستش. ما در خلال قرن بیستم هم شاهد بودیم که رشته هایی که عمدتاً گفتمان غالب و حضور غالب در اونها مردانه یا زنانه بوده، در واقع دچار تحول شده. یکی از نمونه های برجسته اون در آمریکا مسئله نرسینگ هستش. در سابق نرس ها همه زن بودن، در صورتی که ما میبینیم به طور فزاینده در واقع مردان در رشته نرسینگ تخصص پیدا میکنن و وارد بازار کار در این رشته میشن. مسئله کتابداری یکی دیگه از اونهاست. مسئله ادیت کردن فیلم های سینمایی یکی دیگه از اونهاست که دچار تحولات شده و در واقع از مردانه بودن به زنانه بودن یا از زنانه بودن به مردانه بودن این مشاغل در حال تغییر هستش. بدون شک به نظر من دنیا به سمتی میره که این تعادل بیشتر برقرار بشه و جنسیت زدایی بشه، ولی در رشته آیتی به نظر من به علت اینکه رشته های مربوط به تکنولوژی و کامپیوتر، یکی نیاز به توانمندی فیزیکی افراد نداره، از این نظر یک فرصت های شغلی میتونه برای زنان به وجود بیاره. دوم اینکه حضور تکنولوژی و رشته های مربوط به تکنولوژی از انعطاف بیشتری برخورداره. ما در آمریکا به طور روشن میبینیم کمپانی هایی که در رشته تکنولوژی هستن از ساعت کاری منعطف تری برخوردارن، از اینکه کارمندانشون از منزل کار کنن. ممنونم خانم امانی، چون رو به پایان هستیم اجازه میخوام که این پرسش رو از خانم نراقی هم مطرح بکنم. خانم نراقی بفرمایید که همونجور که خانم امانی هم اشاره کردن، آیا واقعا تحول بازار کار موجب جنسیت زدایی شده و این ویژگی این که زنان در حوزه آیتی فعال شدن چه پیامی میتونه داشته باشه؟ ببینین به نظر من حرفی که خانم امید خیلی خیلی باهاشون حرفی که میزنن درسته و تجربه‌ای که الان مثلا در مکزیک هستش اینه که اگر که زنها رو بهشون شانسی بدن که ترینینگ بدن، یعنی اون یه مقدار ترینینگ لازم هست که بتونن برن تو کارهای تو فضای آیتی، مقداری که از لحاظ اقتصادی زندگیاشون رو میتونن تغییر بدن خیلی بیشتره تا اونی که کارهای عادی که میرفتن مثلا خیاطی و این نوع کارا. ولی این شانس رو باید به زنها داد و باید حوزه کاری و زمینش رو ایجاد کرد که نه تنها برای دخترهایی که دانشگاه رفتن، بلکه اونایی که شانس دانشگاه رفتن نداشتن ولی یه ترینینگ به خصوص میتونن داشته باشن که بتونن برن تو این حوزه. این یه جنبه شه. یه جنبه دیگه اینه که وقتی زنها میرن تو حوزه کاری که مردونه بوده، فرهنگ اون مؤسسه یا شرکت چجوریه؟ جایی هستش که برای زنها راحت هستن، میتونن کار کنن. مثلا ما اینو با مسائل پلیس میبینیم. در ممالک مختلفی الان خیلی فعالیت بوده که زنها بتونن برن پلیس بشن، پلیس محله است. ولی اگر که تو حوزه کاری تو دفاتر پلیس یا تو مرکزهای پلیس خود زنها رو دارن اذیت میکنن، خب زنها نمیمونن اونجا. مثلا افغانستان خیلی ترینینگ برای زنها دادن ولی خب نمیمونن تو اون حوزه. بین فرهنگ اون مؤسسه هم باید عوض بشه. آقایون هم باید یه مقدار قبول کنن که زنها دارن میان و با مسئله خود مؤسسه، یعنی میگم فرهنگ مؤسسه عوض میشه. بعدش هم میبینیم که چقدر وقتی که زن و مردا. ممنونم خانم نراقی، سپاسگزارم از خانم صنم نراقی که از سوئیس با ما بودن و خانم الهی امانی که از کالیفرنیا. بیننده برنامه افق نو بودین. تا برنامه دیگر، ایام بکام.